حلقه محاصره نیروهای وفادار به معمر قذافی در طرابلس هر لحظه تنگتر می شود. سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده است که مخالفان توانستند نگهبانان ساختمان تلویزیون را از پای درآورند و کنترل آن را در اختیار بگیرند. پیروزی های پی در پی مخالفان موجب خوشحالی آنان شده است و بسیاری از اهالی طرابلس از ورود مخالفان به شهر استقبال کردند و به شادمانی پرداختند. مخالفان توانستند علاوه بر محمد و سیف الاسلام فرزندان معمر قذافی، سعدی قذافی پسر دیگر رهبر لیبی را نیز دستگیر کنند. مخالفان برای شرکت در نبرد طرابلس و تقویت نیروها از شهرهای اطراف به سمت پایتخت حرکت کردند. تا کنون کنترل بیش از 80% از طرابلس در اختیار نیروهای مخالف قرار گرفته است و آنها اکنون به سمت مرکز شهر در حال حرکتند. نبرد میان دو طرف خیابان به خیابان ادامه دارد و با وجود پیشروی سریع مخالفان وفاداران به معمر قذافی دست از مقاومت نکشیدند. مخالفان به ویژه در میدان سبز در قلب پایتخت تجمع کردند. به گزارش فرستاده یورونیوز به طرابلس، مردم به راحتی و بدون هیچ مقاومتی به مخالفان مستقر در این میدان میپیوندند. مخالفان میگویند نظم نیروهای نظامی از هم گسسته شده و هیچ فرماندهی واحدی در جبهه هواداران قذافی وجود ندارد. هیچ سربازی باقی نمونده، فقط افراد داوطلب و مزدورها باقی موندند. این افراد اشتباه میکنند چون رژیم سقوط کرده. طرابلس هم همینطور. قذافی تموم شده. در همین حال نظامیان حکومتی شهر بریقه را به کلی تخلیه کردند و این شهر در کنترل کامل مخالفان قرار گرفته است. در طرابلس نیز افراد نزدیک به حکومت از شهر خارج شدند. بر اساس مشاهدات خبرنگار یورونیوز، ده ها خودروی غیر نظامی که خود را از هواداران سرهنگ قذافی می‌خواندند از طرابلس گریختند و به سمت تونس حرکت کردند. شایعاتی هست مبنی بر اینکه احتمالاً نیروهای طرفدار قذافی در ساعت‌های آینده به پایتخت حمله می‌کنند. به همین دلیل مخالفان بسیار محتاطند. در این حال افرادی که از قذافی پشتیبانی می‌کنند از ترس اینکه مورد حمله قرار گیرند طرابلس را به سمت پایتخت تونس ترک می‌کنند. Katliama karşı buradan Tunus'a gittiler. Mustafa Bağ, Euronews, Trablus, Libya.